د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جالي سټیکرو او سبدنام کتابونو په تړاو د لوی ملي ائتلاف ادعاوې بې بنسټ دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دوی ته لمخ کې داسې راپورونه رسیدلي وو چې د سبدنام شپېته کتابونه لا درک شوي او بیا هم د وسلوالو لاسته ورغلي، خو کمیسون دغه کتابونه بې اعتبار اعلان کړي او د رای ورکونکو له فهرست څخه یې ایستلي دي. د کمیسون رئیس وایي چې پر جالي تذکرو د سټیکرو د لګېدو مسؤلیت د حوالو د نفوس د ثبت په ادارې پورې اړه لري، خو دغه اداره وایي چې دوی ته هم د یادو جالي تذکرو مسله مبهمه ده. بحث دا ده چې د ګوندونو ادعاوې اوس باید څه ډول وڅېړل شي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. پنن کې د ګوندونو پر تورونو او دغوی پر ثابتولو غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې سیاسي شننکی نور احمد ناصری او د سیاسي ګوندونو د سیاسي کمیټې غړی خان محمد وحدت. ستړي مشه واته څه د بس لتاسو خپل کوم د ټاکنو کمیسون ستاسو اداوی یا پټول کې د ملي یا لوی ائتلاف اداوی به بنسټه بولي، ستاسو دریس څه ده؟ سلام درم خدمت شما آقای شاکر و جناب ناصری صاحب. وعلیکم السلام و خدمت بیننده های تلویزیون طلوع کابل نیوز. بدون شک شما در جریان بودین که در نشست خبری که دو روز قبل تشکیل شد در اونجا شما مستند دیدین که چقدر تذکره اونجا وجود داشت، استیکرها وجود داشت، کنده های تذکره وجود داشت، کسهای بودن که با یک عکس چندین تذکره گرفته بودن ولی یک شخص چندین تذکره گرفته بود و این به هزاران می رسید. این نمیتونه بدون بنیاد بوده باشه و این مستند هست و این تعداد ازی با صدها هزار تذکره می رسید. خب یک سوال دارم ده کمیسیون سره، چه سیاسی احزابو یا پخپل که در لوی ملی ائتلاف سر دول دغه تذکری را طول کرده دی؟ لدوینم باید آقا پختن وشی؟ دقیقا این مورد سوال هست، ولی کسانی که نمیخواهند یک انتخابات که مبتنی بر تقلب باشه، مبتنی بر مستندات خیالی بوده باشه، او را نمیخواهند، اونا جمع‌آوری کردن. احزاب سیاسی یک مجموعه بزرگ هستند، ائتلاف ملی بزرگ افغانستان که اینا متشکل از 35 حزب هستن. اینا با توانمندی که داشتن، با نفوذی که داشتن، تلاش داشتن، تلاش کردن که تذکره ها رو به دست بیاره و افشا بسازه که ما به این نوع انتخابات به یک نتیجه مثبت یو مثلا برسیم. خپل د ملی د لو ائتلاف څخه هم کاندیدان شته، د کاندیدورو لپاره یو شرط دا و چې زر تذکری باید راټول شي. خلکو سره دا شکم شته چې ممکن په خپل د لوی ملي ائتلاف لخوا چې کوم کاندیدان دي دغه تقلب ډکې تذکیر راټول کړي او بیرته کمیسیون ته ورسپارلی وي؟ خب ببینین، به صورت ما نمیتونیم او را تقلبیش را اینجا چی بکنیم، به بحث بگیریم. شما ببینین هرگاه ما از تذکرهای تقلبی یاد میکنیم، از استیکرهایی که اونجا چسبیده میشه، ای نمیتونه باز عین استیکر باشه در چندین تذکره. استیکرها متفاوت هست، شمارایش متفاوت هست، بنابراین و تعداد تذکره هایی که برای فعلا جمع شده و هزار تذکری که شما ازش نام بردین، این نمیتونه بوده باشه و این تذکره ها از مجموع ولایات افغانستان جمع آوری شده، بدون غزنی که اونجا ما انتخابات نداریم برای فعلا، و از مجموع ولایات دیگه جمع آوری شده، کسانی که طرفدار ازی بودن که شفافیت بیایه به انتخابات و ما یک انتخابات مورد قبول داشته باشیم، یک انتخاباتی که شفاف باشه، با یک میکانیزم قبول شده بوده باشه، اونا هستن که ایره آوردن جمع آوری کردن. خب یه جواب مرتبط شده ده، خپل د نفوس د ثبت او حال ادارې لخوا چې دغه کومه تذکری چې را جمع شوې دي په دې اړه باید یو بی طرفه هیئت په دې برخه کې دغه وکړي، څېړنې وکړي، ته د کورنیو چارو وزارت څخه دا مسله غوښتل شوې، هغوی دا مسله باید تعقیب کړي. یوه مسله بل دا چې دغه تذکری چې تاسو راټولې کړي دي، دا هم له دوی سره ثبت او راجستر نه دي، یعنی دوی هم په یو ډول مسؤلیت نه اخلي، وای دا ممکن جالی جوړ شوی وي، یو اته یو ډول اتهام په خپل په ګوندونو هم واردی کی چې خی دوی خپل جوړی کړی. نه خیر، اینا نمیتونن خودشان جور بکنن، چون لیست تذکره ها به صدها هزار میرسه. شما ویدیوی از رو دیدین، مجموعی از رسانه ها دو نشست خبری که ائتلاف ملی بزرگ افغانستان تشکیل داده بود وجه رفته بودن، فیلم برداری کردن از صحنه. بسته های استیکر را نمیتونه احزاب از جای دیگه بگیره مگر اینکه کمیسیون از دستش به جای توزیع شده باشه و از این طریق استفاده. فقط دو جوابونه چې ورکړل شول، خپل د کمیسیون لخوا د ټاکنو کمیسیون جواب ورک،
او بل جواب خپل د نفوس او د سبت احوال ادارې ورک قناعت ورکون کې او احزاب په دې جواب باندې قانع کیږي بدون شک ما براتون گفتم که تعدادی از تذکره هایی که جعلی هست خیالی هست یک نفر چندین تذکره گرفته به صدها هزار میرسه یک نفر مسئول یا از احصائیه مرکزی یا از کمیسیون انتخابات و مراجع زیربطی که بیاید ثابت بکنه که این تقلبی نیست خیالی نیست و این واقعیت هست بازی میتونه که مردم افغانستان قضاوت بکنه که واقعیت چی هست از طرف اوز چوک ده مثلا کمیسیون د نفوذ د ثبت احوال اداره یا کوم بل اداره په خپل مشخصا حکومت چې په انتخاباتو کې تقلب ته په دومره کچه زمينه برابر وي خب ما نهادهای مسئول داریم که بیشتر متوجه کمیسیون مستقل انتخابات هست کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان یک نهاد مدیریت کننده یک پروسه ملی که انتخابات بوده باشه باید جوابگوی از این قضیه بوده باشه شما ممکن ایرا شنیدین یا خواندین که آقای عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات در مصاحبه‌ای که به بی بی سی داشته تایید کردند که اینا به خاطر تدبیر که بتوانن در آینده کم نبیارن از آرا هم استیکرهای بیشتر چاپ کردن و هم تذکرهای بیشتر چاپ کردن و به قول از اونا امکان داره که از این تذکرها و استیکرهای بیشتری که چاپ شده سوی استفاده شده باشه و این شامل موجود هست بنابراین ما فکر میکنم که کمیسیون و هم احصائیه مرکزی و نهادهای زیربط انتخاباتی که همکاری میکنن برای زنا خصوصا بخشای امنیتی ما که وزارت داخله بتانا باشه تعقیب بکنن این مسائل ده و واضح بسازن برای مردم افغانستان که متقلب کی هست و این صدها هزار تذکره از کجا جمع آوری شده و در کدام ولایت بوده ای که یک نفر چرا چندین تذکره گرفته چرا افراد زیر سن وجود داره چرا کسایی که حضور فیزیکی ندارن و اونا فوت شدن به نامشون تذکره ثبت هست چرا از یک عکس یک نفر به چندین نفر تذکره داده شده به نام‌های مختلف اینها همه مواردی هست که باید نهادهای مربوط حل بکنه وحدت صاحب تاسو دیم راګر زما نصری صاحب د احزاب ډیر لوی اعداد او د سلهاو یا د سلهاو زرو تذکرو را جمع کول چې هغه په مختلفو نمونو او یا هغه جالوی پاغو باندې ټکنیس ټیکرونه لګول شي د اداو ته باید وسړول رسیدګي وشي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شاکر صاحب درانه شخصیت جناب وادر صاحب ته کابل نیوز درنو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو وګوري افغانستان یا د ټاکونو کمیسیون خپلواک کمیسیون یا د تذکرو د نفوس د احوال اداره یا بلدا لکه موږ چې د فساد په لست کې په ټوله نړۍ کې اول نمبر یا دوم نمبر لرو دا هم یو د دغه د افغانستان د خلکو سره یو مجموعه جوړ سوی د یاد ټاکونو کمیسون او یا هم د احوال د نفوس اداره او یا هم احزاب ټول د دغه مجموعه د افغانستان د خلکو سره راټول سوی دي تاسو وګوري هیڅ معلومات نشته چې دا تاسو وګوري یو مشوره چیرې مثلا کرمان جبار صاحب په نوم باندې پنځه تذکرې شپږ تذکرې جوړې کړې دي هلته ښه دي دغه اوس د کوم اسولې خپل د عذاب اول د باید جواب ورکړي چې دا د کوم اسولې چې تاسو چې موږ د ګرد افغانستان دا یو پلان سوی کارو په افغانستان کې یو بدبختي لو بدبختي دا ده چې هیڅوک خپل مسؤلیت نه مني هیڅوک خپل مسؤلیت ته غاړه نه ایږدي تاسو وګورئ وس کومش په دې کې وای چې دغه تذکيرې د انتخاباتو د کمیسون د خوا په جال باندې ورکرسوي د جال جالکاران څوک چې بیا ګرد راغله د عذاب سره لاس یو کوي په زرها او زرها خدا پختنه خو کمیسون هم کړی دا او دا پختنه اوس ما له وحدت سره خبر کړه دا غو جواب تاسو ورید شوې احزاب نفوذ لري په افغانستان په خلکو کې او دا خپل نفوذ په اساس د خپل اړیکو په اساس دغه تذکيرې چې جال جوړ شوې دي په باندې سټیکرونه لګول شوې دي هغه راټول کړو رسنوي ته وخوده ته ګوره زه کاندیدم که وعدت صاحب کاندیدی که ته کاندیدی ته غواړی چې دغه خپل کاندیداتوري په یو بدنام رنگ باندې وویني په میډیا او په ټلویزیون په دې زوی کې نو دغه جهلکاری د هیڅ نومان سره اړه غواړنه لري تاسو وګورئ دا خپل د عذاب کار دی چې کړای دی
کوي کني نو دوی دغه جالکار نمائندگان سره چې دوی نمائندگان جالکار او کزما څه تذکيري اخیستې زه خو تذکيري نه ورکوم کې د وعده څه څه تذکيري اخیستې خو نه ورکی ولی ورکی تذکيري ام خپل نوم باد کی ام د کاندیدټوري د لیست ځانو باسي ام یو نو مسولیت ځان ترایږي کی ام تاریخي بدنامي خپل په غاړه واخی دا خو معلوم دار خبره ده زه تاسو ته خبره کوم وای افغانستان اگر برق به بارم مشکل است اگر نه بارم مشکل است که واور وریږي هم ستونزه ده که نه وریږي هم ستونزه ده یعنی تاس په دې حالت باندې مطمئنه اوسئ چې هر وا هر ځل د 2004 څخه انتخابات شروع شوی دي د غای په سلامت مانوي په مشرۍ باندې راغله بیا شرمنده ترين انتخابات په 2009 کې وسوله د ولسی جرګې د پاره دغه وسنۍ برحاله اوس ولسی جرګې د پاره دا غس چې یعنی محاکمو یا دا غ دوسیه نس خلاصوي دا غس ورسته بیا وګوري چې د انتخاباتو څخه په اصطلاح د ملي وحدت حکومت راووتې د دې څخه چې بیا کوم شی جوړیږي دا به حالات سپیناوي ترسي ولی موږ مخ پر تاریکوي باندې روان یو موږ مخ پر خرابوي باندې روان یو موږ شخصیت پرواره خلګ یو اوس دا غټ سوال شو په خلکو سره خلګ نه یو افغان پرواره ناصر صاحب اوس دا خلکو سره غټ سوال شو چې احزاب او یا سیاسي ګوندونو په زرها او تذکيري راوړي خلکو ته خو دی یو نمایښ ورک او ټاکنو کمیسیون د لپاره ځواب ورکړو د نفوسو د ثبت احوال ادارې یو ځواب ورکړو ولنس به څنګه قانې کېږي لدې پروسې څخه چې احزاب وایي چې دومره تذکيري جال جوړې شوې دي د ثبت احوال نفوس ادارې مې یو ځواب ورکړي کمیسیون مې ځواب ورکړي هغه وایي دا به بنسټ دي بل اخر یو مسله مبهمه پاتې شي د ابهام به بل اخر څوک سپینوي هیڅ به نه سپینېږي کم هیبه اهم په افغانستان کې سپین سوی دی یا د وژنو یا د بمبار یا پر ودو باندې بمباری یا کمیسون تاکه کیږي کمیسون پر داسې یو لار باندې ځي چې هغه یک طرفه لار د دې خواتلې سي د خو بیرته نه سیراتلې دا به دغه صفاتې تاسو وګوري څو کسانان راولار سو 15 کسانان راولار سو د کمیسون دروازې دولس شپې وتړلې د اختر مراسم راغله خلک کورو ته ځینې ولاړه چې په خیمو کې ناس و پرلټ کې چې ناس و هغه کورو ته ولاړه کده اختر ورځې نه وای راغلي د خیمه په تر وسه پورې پاله وای ولی چې دیموکراسي ده بله د دیموکراسي د نامه څخه استفادې کول نه تنها چې د ازبو مشکل دی د افغانستان ټول خلک مظلوم خلک په دې کړهو کې اخته دي د دې پر ځای چې دوی یو روشنایی حرکت وکړي تاسو وګورئ زموږ اقتصاد ورځ په ورځ مخ پر شاره روان دی تاسو وګورئ زموږ سیستمونه ورځ په ورځ مخ پر شاره روان دي موږ فابریکانه لرو موږ د برق د تولید فابریکانه لرو موږ داسې څنل لرو چې زموږ اقتصاد په پښو ودري او په دې کې خاص لاس د خارجانو همسته موږ نورم زلالکی موږ نورم کمزوریکی موږ نورم بیچارکی موږ نور هم وږي او تجکی د دې ټول عوامل اخري پایله بدای چې دا نیم چته نه او چې وسته خارجانو په لاس کې دی هغه مکمل د خارجانو لاس ته ورځي زموږ ټول د ټول صلاحیت اوس خو لا یو نری نری ځخ کولای شو دغه ځخ سم د خلاصي دوه پات ما نصر سره اگر زم تاسو ته وحدت سب ام د بیا ام سوال ده احزاب لپاره چې دا جالکران ویل خره څوک دی او دا غ جالکری چې کړه احزاب ته په صلاح او زره تذکری دی او ټلوی خو جالکران مرته معلوم دی او ایو پښتنه بل پښتنه دا چې احزاب څنګه دغه تذکری راټول کړي ولی مخلد چې دغه مسله رسنۍ کې ل کمیسون سره دا مسله شریکی ده د انتخاباتو کمیسون سره خب احزاب همیشه با کمیسون همکار بوده او همیشه در ارتباط بوده ولی در اواخر ای ارتباط خیلی ها صمیمی یکم منجر شده ای که کمیسیون انتخابات این فکر بکنه که احزاب امرش همکار نیست و طرفدارش نیست و از جانب دیگه وقتی که ما از صدها هزار تذکره گپ میزنیم کپی یک ورق ممکن آسان باشه که از ورق ما 100 دانه کپی بکنیم ولی زمانی که بارکود استیکر برش چسبانده میشه و هر تذکره به خود نمرات متفاوت می داشته باشه این دیگه قابل جعل و قابل کپی نیست بنابراین یک تقلب در میدان هست اسناد وجود داره ویدیویش شما نشر کردین نهادهای مسئول ایره باید پیدا بکنه
خصوصا کمیسیون انتخابات که احزاب را از کجا کرده ولایتش مشخص است. ولایتش مشخص است. ولایتش مشخص است. در تیر روز موږ په همدې مسله باندې بحث کوو. د انتخابات کمیسیون له مرستیال وایان څخه هم دا پوښتنه وشوه. هغوی وایي که چیرې دا مسله دوی سره ورسره وي بهتره دا و چې اول له کمیسیون سره دغه مسایل شریک کړي وای دا غوی څه خیدا جواب ترلاسه کړي وای بیا دا خبره رسنیو ته وستلې وای یعنی هغه ویل دا مسایل رسنی کول دا په دې معنی چې انتخابات یو ملی پروسه ده او احزاب په لوی لاس دغه ملی پروسه زیانمنه کوي او هغه ته زیان رسوي. نه خیر آقای شاکر ما به سخنگوی کمیسیون انتخابات موافق نیستم به دلیل اینکه یک سال می شود که احزاب خواست های مشخص خود را داره هم برای کمیسیون انتخابات و هم برای حکومت که خواست های مشخصشان اونمو بایومتریک شدن رای دهنده هاست، تغییر نظام انتخابات از SNTB به MDR یا از امو رای واحد غیر قابل انتقال برای سیستم چند بودی هست و ای که احزاب نظارت تاثیرگذار و قانونمند داشته باشه و همچنان شفافیت در انتخابات بوجود بیایه. اما هیچ نوعی از خواست از احزاب سیاسی را کمیسیون برش گوش نداد و جواب مثبت برشون نداشت. شما شاهد بودین که آقای حکمتیار تقریبا بیش از یک ماه قبل یک کنفرانس مطبوعاتی گرفته بود و اونجا نشان داد که یک نفر 20 تذکره گرفته بود. یک نفر 20 تذکره. در مورد احزاب کمیسیون انتخابات هیچ گونه دستاوردی نداشت و نتونست این را ثابت بکنه. مثلی همه وقتی که استیکرها پیدا شد، بسته های استیکر نمایی هم هست، احزاب دیگه استیکر را از کجا میکنن؟ ایره نمیتونن از جای دیگه بیارن. انتخابات کمیسیون وایی چی پر دیرو مواردو که طرف انتخابات کمیسیون نمیده لکه ده تذکیر رو پا برخه که ده کمیسیون رئیس وایی چی هر چوک راغلی دی و تذکیره پلاس که ده کمیسیون رو تستیکر رو حاله ده ده زمون کارماندان نشو تشخیص کوله چی ده تذکیره اصلی ده و که جالی سوال همیست. ما با عنوان یک نهاد مدیریت کننده یک پروسه ملی یعنی انتخابات کمیسیون انتخابات را داریم. وقتی که صدها هزار تذکره با عنوان جهل و تقلب به وجود می آید، هم کمیسیون انتخابات و نهاد زیربط دیگه ای که برای کمیسیون انتخابات مرتبط هست، اینا پاسخگو باید باشن و مسئولان ها باید عمل بکنن. فکر بکنن اینمی تقلب از جانب کمیسیون صورت نگرفت، از جانب کسای دیگه صورت گرفت. کمیسیون وظیفش چی هست؟ چگونه یک انتخاباتی که مورد قبول جامعه جهانی و مورد قبول مردم افغانستان باشه برای افغان ها اعلان ولی میکنه؟ کمیسیون یو مسئله در استیکرونو پر برخه که دام وایی چه؟ اگر کم چی دو اعلان کردی نه هم میلیون یا چه بانده نه هم میلیون کسانو چی خپل نمونه لیکلی دوی با دغا گزارش درزر ورکی خلقو تا چه څومره سټیکرونه تقلبي وو او څومره سټیکرونه اصلي وو او دوی د اموي چې خای د ګوتو په شمار سټیکرونه تقلبي وو سي ولې په دومره لوی رقم کې نه لکه څنګه چې احزاب وي لکه څنګه چې خغل حکمتيار وي چې ل نه مليون یا ل 3 مليون څخه ډیرو کسانو سپتنام نه کړي. بله بدون شک انا کمیسیون انتخابات نزدیک به 10 مليون افراد رای دهی را برشان تذکره توزیع کردن و استیکر چسبانده شده. اما سوالی که مطرح است اینا دیتابیسی که رای دهنده ها را ثبت نام میکنن چقدر اعتبار بالایی ازی وجود داره که 20 تذکره که نشان داده شده اما 20 تذکره به وجود ثبت نشده باشه. وقتی که ما از صدها هزار تذکره که ویدیوش نشر شد به شما میگیم وقتی که 20 تذکره که یک فرد گرفته اینا گاهن کمیسیون انتخابات ایره میگذاره بالای ازی که اشای مرکزی باید جواب بده، اشای مرکزی میگه که این بخشش مربوط ما نمیشه، باید وزارت داخله جواب بده، بالاخره مسئول باید پیدا شوه. ما در بین صدها هزار تذکره تقلب شده را داریم و صدها هزار تذکره خیالی را داریم. اینا باید پاسخگو بوده باشن. اگر کمیسیون انتخابات هست، اگر احصائیه مرکزی هست، اگر وزارت محترم داخله هست، هر نهاد محترمی که وجود داره باید پاسخ بده. نه حالا رو پرتاست به مرکزم نصری صاحب ریختیم دلته اوس مسئول ورکته کمیسیون وایی چی مسئولیت زمونږ نه ده او دم خپل د نفوذ ثبت احوال اداره هم ویلی دي چې دغه تذکری چې خود لري د موږ سره راجستر نه دي کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې جواب ورکړي. اوس نو مسئول کس څنګه پیدا شي؟ تاسو ګورئ خپل احزاب هم وایي چې موږ مسئول نه یو. دا څوک و چې دا شل تذکیری په یوه عکس باندې اخیستې شل سره یې بیا راوړلې دوی ته ورکولې. دا د عذابو کمیشن کاران وه، دا د عذابو خلک وه. نو څوک و چې دا نه وه، نو څوک و چې دا لس تذکیری تاسې وګورئ چې ستاسې د میډیا د لارې نشر شوه لس پنځلس تذکیری اته تذکیری په یوه عکس باندې ولې عکسونه تاسو اورېده خپله وحدت څه ویلې د خپل ومار او ته ګوره
کټګور عذاب هم د ځانه دغه مشکلې جوړ کړي. یو څه یو ډول مسؤلیت عذاب ته مراجعه ده. خپل عذاب دا کار کړی دی، خپل عذاب دا کار کړی دی، اما دا هم نسویلی چې تقلب او جعل تصویر وجود نه لري، هیڅ امکان نه لري چې دا کار د عدالت صدا عدل صدا لري. خبره ده چې موږ دا خبره وکړو چې یعنی تقلب وجود نه لري، تقلب به وي او باقي کې د انتخاباتو کمیسیون ونه وسی کپل وړ سات کې وبښین سره کپل وړ سات کې تقلب نه دی سوی. ټیټ مامورین خلک د دغه جامع خلک دي، دغه خوري خلک دي، دغه شتکرونه چې لګول هغه هم دغه خلک دي. کېدای شي د پیسو تر فشار لاندې راغلي، کېدای شي د زورواکانو تر فشار لاندې راغلي. او زورواکان څوک دي؟ بیا دغه عذاب ته یو زورواکی راوشه، بیا دغه عذاب چې زورواکان لري هیڅوک بل زورواکی نسته. کستا دا عذاب دی، دا د امتحان دی. یو سړی دی په ټول افغانستان کې راو بس چې دا زورواکي دی په پلانې اس پورې اړه نه لري. ښه خیر، عذاب چې دا شی مخکې کړی دی، زه وایم چې دی شي ته ضرورت نه نور د بل چینل دا مانډې سوي کارو د خارجانو لاس ته پکشه. خارجان موږ ذلیل کوي چې تاسو نه سول راوستای سي، نه انتخابات کوي سي، نه خپل د ملک پرمختګ کولای سي، هیڅ تاسو نه سي کولای. اوس نو چې داسې ده، اصلا مشخصا کوي د پارلمان انتخابات پر وړاندې څه پلان دی، اصلا څه روان دي، چې کدا ټول مسائل راجم کو د معترض نمائندانو څخه ونیسه چې 15 درش کس لیست څخه لری شو دي، دغه هغه اداوی وتروسه پر خپل ځای باندې دي. د احزاب مسله چې هر وخت یو نوې انکشاف کوي، دوی د غښتنو څخیرونی سو بل اخره وز د زرها او تذکرو په نمایښت کول سره، نو بل اخره پلان څه ده د انتخابات پر وړاندې؟ تاسو وګورئ اوس د زموږ حکومت دغه څلور کلن حکومت چې جوړ شوی دی، هر شی د بمباست حالت ته ځي، الته ورکیږي. تاسو وګورئ اوس د کیساری موضوع څه سو، ورکسو، بندیسو، سزا ورکړسوه، جزا ورکړسوه، بیرته پر چوکۍ وټاکل سو، معافی ځینې غوښته. جنرال صاحب دوستم دوه کاله تللی و ترکیه ته، یا څوارلس میاشتې، یا شپاړس میاشتې، یا اتلس میاشتې خوا راغی. معلوم سو چې د چیشته پاره تللی و، د چیشته پاره بیرته راغی. په زرهاو مثالونه به زه د انتخاباتو ده بم دغسې تګوره خلک یقه تشویش کې واچول انتخابات کېږي. تګوره د انتخاب د عذاب را ولار سو کوی چې د عذاب پر غلطه لار روان دي، هم نه دي روان. کوی چې پر سی لار روان دي، هم نه دي روان. کمو جو سوای چې د انتخابات کمیسون پر سی لار روان دي، هم نه دي روان. کمو جو چې پر غلطه لار روان دي، هم نه دي روان. تاسو وایئ چې ولی داسې خبر کوته ګوره عذاب نور کار پر ودرې دي، نور اسناد پر ودرې ده. دغه شکارې چې کړې وو، دغه جالي تذکيري چې جوړې کړې وې، یاد دوی، یاد دوی په کمیشن کارانو، یاد دوی د زورواکانو په وایسته باندې هغه را مخته کړې. خو دغه نه فشار چې وو، دا به شپږ میاشتې د مخه پرویستل او سره وزې سوي وو. دا عذاب هم داسې یو عذاب دي چې نن لس عذاب سره ملګری دي، نن درې عذاب سره ملګری دي، سبا بیا ګوري بیا دوام نه سره ملګری. یعنی داسې دایمي دوی کوم جوړښت نه سره لري چې یو میاشت دوی جوړښت، یو کال دوی جوړښت دوام وکړي، دوه کال دوی جوړښت دوام وکړي. یو ورځ سره ګډیږي، یو ورځ سره جلا کیږي. مورام هم سره پارک کوي، چې د افکار هم سره پارک کوي، چیرې هم سره پارکي، اعمال هم سره پارکي، اپال هم سره پارکي. دغه 15 ډیر شي زبونه چې وسره راټول سوي دي. دا که تاسو و دیک ته واچوي چې هر څونه ور په پسې کوي، دا میکس نه خوري سره. میکس د دې پروګرام تاسو وګورئ، د افغانستان خلک ولس د بربادي حالت ته روان دي، د بدبختی حالت ته روان دي. تاسو وګورئ وس انتخابات تقریبا 15 سال شپې یا 8 سال شپې یا 2 شپې پاتې دي، حالت په دا اندازې دي. اوس خپل د نوماندان چي دي، خپل نوماندان چې ایران به ایران دي، چې دا انتخابات کیږي، دوی کمپاین وکي وی نکي مختلفه حلار لپاره پام دي. مسله به بحث جنبندی کو وحدت سب بل اخره حلار اتوي نه د دغه سلو تورن د اثبات لپاره څه به دوشي په یو جمله کې راتو چې وخت خلاص ده. تشکر میکنم آقای شاکر. ما از انتخاباتی که یک پروسه ملی هست و آینده کشور و جامعه را تضمین میکنه روی زیکاپ میزنیم.
تقلب وجود داره، 100,000 تذکره در میدان هست، نهادهای مسئول مسئولیت بگیرن و ایر شفافیتش برملا بسازن و به مردم افغانستان اعلان بکنن. از جانب دیگه هرگاه به خواستهای احزاب سیاسی و به خواستهای ائتلاف ها و بخش های سیاسی که وجود داشت اگر بریزونه جواب مثبت داده میشد، بدون شک ما یک انتخابات مثبت می داشتیم، یک انتخابات قابل قبول می داشتیم و یک انتخاباتی که مردم افغانستان و جامعه جهانی را قبول می کرد. نصر صاحب تاسو ډیر لن راتوه څه کول پکار دی؟ د ګور د ایوی خو هم کوششونه نه دی ورته سوی، د انتخاب د شې انتخابات لپاره د ایوی خو هم کوششونه نه دی ورته سوی او مزایمتونه ورته سوی دی او مزایمتونه ورته کیږي. تاسو وګورئ څه کول پکار دی؟ د دې لپاره د ترڅو چې ټول خلک ملي پروسو ته عقیده من نسی، هغه ته کار ونسی او شفافیت را نسی، تر هغه وخته پورې زما په نظر باندې مشکل ده د یو سوچا انتخاباتو کول او د یو شو سوچا انتخاباتو سرته رسول. ډیره مننه کور مادان چې راغله په موضوع مره سره باسه. تشکر مننه تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تربیه مو الله مل شه.